توی سوپرمارکت ها دنبال اجناس ارزونه. اعتبار گوشی همراهش تموم میشه و اینکه بخواد لباس جدیدی بخره یا به رستوران بره یا به سینما بره در توانش نیست. واقعا چه افرادی توی آلمان فقیر محسوب میشن؟ آیا من یا شما جزو این افراد هستیم؟ در ادامه بهتون میگم که چه افرادی در آلمان فقیر حساب میشن و زیر خط فقر هستن. جالبه، با همون همراه باشید. سلام، به کانال آلمانی نیوز خوش اومدید. امروز میخوام در مورد فقر توی کشور آلمان صحبت بکنم. آخرین اطلاعاتی که کشور آلمان در این مورد داده برای سال 2019 یه چیزی هلوش 16% افراد زیر خط فقرن، یعنی میشه تقریبا 13 میلیون نفر. یعنی اگر کمتر از 40% متوسط درآمد رو داشته باشید در خط فقر وجود دارید. در ادامه میگم که هر شخصی اگر درآمدش چقدر باشه در این خط قرار میگیره. البته که در کنار این خط فقر نسبی یه فقر مطلق هم وجود داره که بانک جهانی گفته اگر یک نفر در روز $1.90 درآمد داشته باشه این کلن دیگه کارش خرابه، یعنی کلن در فقر مطلق به سر میبره. اما اداره آمار فدرال آلمان اومده یک سری اعداد و ارقامی رو گفته که برای افراد مجرد، برای خانواده های بدون فرزند یا خانواده هایی که فرزند دارن گفته که اگر درآمدشون چه مقدار باشه اینا در خط فقر هستن. این افراد و این مبالغ رو من یکی یکی میگم، مقایسه کنید در کجا قرار دارید. گفته شده که افراد مجرد اگر درآمد ماهیانه شون 1074 یورو باشه اینها در خط فقر هستن، یعنی اگه پایین تر از این هست شما زیر خط فقر داری زندگی میکنی. برای افرادی که والدین مجرد هستن و مثلا یک بچه زیر 14 سال دارن گفته اگر درآمد اونا 1396 یورو باشه اینها هم در خط فقر هستن. افراد متأهلی که بدون فرزند هستن اگر 1611 یورو در ماه درآمد دارن اینا هم تو خط فقرن. والدین مجردی که دو تا فرزند دارن اگر درآمدشون 1718 یورو باشه در ماه اینا هم در خط فقرن. اگر زن و شوهری هستید که دو تا بچه زیر 14 سال دارید و درآمدتون پایین تر از 2255 یورو هستش بازم تو خط فقرین. در آخرین مورد هم گفته که زن و شوهری که دو تا کودک زیر 14 سال دارن و یکی از کودکاشون هم بالای 14 سال هست باید درآمدی در حد 3007 یورو داشته باشه. اگر ندارن زیر خط فقرن. در این بین اومده اعلام کرده که در بین بازنشستا هم این خط فقر وجود داره و شاید باورتون نشه که از هر 5 نفر یک نفر میتونه زیر خط فرق باشه، که بستگی داره بر اساس سرمایه گذاری هایی که قبلا انجام داده و الان در دوره بازنشستگی به سر میبره و چقدر میتونه از اون سرمایه گذاری هایی که قبلا انجام داده استفاده بکنه این میانگین ممکنه بالا و پایین بشه. ولی تعداد افرادی که زیر خط فرق هستن در بین بازنشسته ها خیلی بیشتره. آمار دیگه ای منتشر شده که گفته والدین مجرد تقریبا 41% افرادی که دارای دیپلم متوسطه یا بدون مدرک حرفه‌ای هستند تا 35% و افرادی که دارای سابقه مهاجرت هستند حدود 29% هستند که در معرض خطر فقر قرار دارن. مواردی رو هم اعلام کردن که آدم بتونه جلوگیری بکنه از زندگی در زیر خط فقر. اعلام کردن اگر حتی میتونید مبالغ خیلی کم پس انداز بکنید بتونید اونا رو سرمایه گذاری بکنید در
حالا بورس، خرید سهام‌های مختلف در ارزهای دیجیتال و موارد مختلف. پیشنهادی رو نمیدم چون مشاور مالی نیستم، ولی چیزی که خودشون پیشنهاد دادن اینه که در دوران قبل از بازنشستگی شما بتونید پولی رو جای دیگه سرمایه گذاری کرده باشید که بعد از بازنشستگیتون بتونید از اون استفاده بکنید. شاید بتونه شما رو نجات بده از اینکه زیر خط فقر زندگی نکنید. شاید برای خیلی ها جالب بود، شاید خیلی ها فکر میکردن اصلا همچین چیزی وجود نداشته باشه، ولی تمام مطالب مطالبی هست که طبق آمار و داده هایی هست که خود اداره فدرال پخش کرده و در وبسایت های مختلف شاید بتونید اونا رو پیدا بکنید. بنویسید برامون شما در کجا قرار دارید، بالای خط فقر یا زیر خط فقر. اشتراک گذاری کنید ویدیو رو، دوستان دیگه هم ببینن، ازمونم حمایت بکنید. تا یه ویدیوی دیگه هم، خدا نگهدارتون.